اینوی پالیسی امارت اسلامی افغانستان است. حتی در بعض مجالسی که ما به خارج میریم، بعضی کشورها میگه که اونجا شما با اقلیت اهل تشیع چه برخورد میکنی؟ ما انکار میکنیم که برادر اونجا اقلیت نیست، اهل تشیع و اهل تسنن هر دو برادر با یک رقم حقوق داره. ما باوری می هست که از این حوادث دشمن و رسانه های وابسته به دشمن سوی استفاده کردن و یک تبلیغات خوراکی ساختن تا ای که مردم را تحریک احساسات بکنه و تقابل بین ملت و دولت و مردم و امارت اسلامی به وجود بیاوره. جلسه هفته ای شورای عالم شیعه کشور، این بار با حضور امیرخان متقی وزیر خارجه کشور. این دیدار بعد از ظهر دیروز در مقر شورای عالم شیعه کشور برگزار شد. دیداری که دو ساعت و دو طرف روی موضوعات مختلف بحث و گفت شنود کردند. آیت الله صالحی رئیس شورای علماء شیعه کشور گفت تعامل، تفاهم، تعاون و همکاری برای مردم شیعه یک اصل بوده و راه نجات کشور را در آن می‌داند. حق شهروندی، حق مذهبی، حق سیاسی توجه شود از طرف حاکمیت. امیدوارم که انشاءالله همه وحدت داشته باشد. اول ما تقاضا داریم که حاکمیت بینشان متحد باشد. دوم ملت افغانستان، ملت عزیز افغانستان همه با هم متحد باشد. در این جلسه همچنین ضمن تشریح روند کاری شورای علما در دو سال گذشته از مطالبات جامعه شیعه نیز یاد آوری و نسخه از دیدگاه های جامعه اهل تشیع در اختیار وزیر خارجه کشور قرار داده شد. آقای متقی نیز اقدامات انجام شده توسط حکومت در عرصه های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را بیان کرده و راجع به سیاست خارجی کشور روشنی انداخت. او همچنین گفت زمینه برای بازسازی کشور فراهم شده و تلاش ها برای تشکیل حکومت فراگیر جریان دارد. وعده ای که سپرده ایم که بعد از این خاک افغانستان به ضد هیچ کس، هیچ کشور استعمال نمیشه، به او وعده استاد استیم. و اینوی پالیسی امارت اسلامی افغانستان است. حتی در بعضی مجالسی که ما به خارج میریم، بعضی کشورها میگه که اونجا شما با اقلیت اهل تشیع چه برخورد میکنی؟ ما انکار میکنیم که برادر اونجا اقلیت نیست، اهل تشیع و اهل تسنن هر دو دو برادر با یک رقم حقوق داره. شورای علمای شیعه کشور با داشتن بیش از 70 نمایندگی در 20 ولایت کشور مخالف جنگ و خشونت است. رهبری شورای علما نیز میگوید تمام نمایندگی های آنان برای جلوگیری از خشونت و حفظ فضای صلح آمیز در کشور تلاش میکند. باور بکنید ما در وقتی که در دعوت و ارشاد امارت اسلامی افغانستان مسئولیت داشتیم، او وقتا بمبار هم بود، راه هم بند بود. ما بسیار به تکلیف کمپین خود، پروگرام خود از ولایت دایکنډي، از ولسوالی کجران شروع کردیم. به این خاطر که به برادرای اهل تشیع یه پیغام داده شوه که در مابین ما و شما تفرقه نیست. و اونجا که ما رفتیم، نه مرای ما کدام تانگ بود، نه اسلحه بود، نه قطعات بود. با اون مردم به اونجا گفتیم که اعتماد است که همین جا آمده ایم و با این سادگی. الحمدلله بعد از او در تمام ساحات هزارجات و در تمام ساحات اهل تشیع با امارت اسلامی افغانستان برخورد نشد. ای یک پیروزی و یک خبری خیلی خوب برای ما و شما هست که الحمدلله یک قطره خون ناحق ریخته نشد. همچنان بعد از او دشمن کوشش کرد. امینجا در اینمی میدان هوایی کابل شما دیدی که تیاره ها و قطعات خارجی ها در خدمت بود
که مردم تعلیم یافته کشور از افغانستان بیرون شود. اونها را ترسانده بود، اونها را تشویش انداخته بود تا که حکومت افغانستان از استعدادهای علمی و مسلکی محروم شود. ولی الحمدلله کسانی که دلشان با او میخواست و رفت، ادارات ما و شما علی هم الحمدلله از قدرهای مسلکی پر است و هیچ خلا محسوس نمیشه. فضل خداست. این جلسه جلسه مردمی بود. خدمت شما عرض شود، اما در رابطه با بعضی حوادثی که در اخیر اتفاق افتاد، ما باوری می هست که از این حوادث دشمن و رسانه های وابسته به دشمن سوی استفاده کردند و یک تبلیغات خوراکی ساختند تا اینکه مردم را تحریک احساسات بکنه و تقابل بین ملت و دولت و مردم و امارت اسلامی به وجود بیاوره. یک سری شایعات دروغ را راه انداختن از قبیله که زنا و دخترای مردم تا هنوز لادرک است، آزار و اذیت و شکنجه شدید شده، بعضی ها حتی خودکشی کرده، که من به این باور استم که این شایعات راست نیست، تبلیغات دشمن است و تا هنوز که هنوز است. ما خیلی جستجو کردیم از وکلای گذر، ملا امامان مساجد، تا هنوز یک مورد را برای ما مستند ارائه نکردند که ما را تبلیغات دشمن میدانیم و به شدت تکذیب میکنیم و تقبیح میکنیم و از مردم خودم میخواهیم که تحت تأثیر تبلیغات دشمنان و اجندهای دشمن قرار نگیره، با قضایا، با آگاهی و درایت و بردباری برخورد بکنه تا ای که واقعیت ها به دست بیایه. و ما تلاش داریم در کنار بزرگان، مسئولین بلندپایه امارت اسلامی را دیدیم که در تعقیب و پیگرد قضیه باشه، اگر چنانچی که ما باور نمیکنیم، اگر چنانچی مواردی باشه انشاءالله این مورد پیگرد قرار میگیره و کار امارت نیست، آدم های استفاده جو شاید باشه. و همچنان در ارتباط با تبلیغاتی که فعلا دشمن در بیرون یکی ده حلقات را راه انداخته به عنوان جنوساید و قتل عام، اینا اونا بحثای مربوط گذشته هست. در این دو سال و هفت ماهی که امارت اسلامی حاکم بوده یک چنین چیزی اتفاق نیفتاده. آنها میخواین با این حرفا و این تبلیغات مردم را نسبت به امارت اسلامی بدبین بسازه، که ما از همه میخواهیم، از مردم خود میخواهیم جدن که تحت تاثیر چنین تبلیغاتی قرار نگیره. حالا ما به گذشته تاریخ کار نداریم که 100 سال قبل یا کمتر و بیشتر چه اتفاق افتاده، اونا بحث تاریخی هست.